سلام دوستان، فراز هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به حواشی ممنوع کاری المیرا شریفی مقدم، مجری و گوینده خبر تلویزیون و ماجرای جنجالی این گوینده میپردازیم. اما قبل از هر چیز، در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. المیرا شریفی مقدم جزء گویندگان رک و صریح تلویزیونه که البته گفتگوهاش با افراد سیاسی و مدیران عالی رتبه کشور همیشه در فضای مجازی پربیننده و جنجالی بوده و در پخش زندگی خبر با جسارت و البته حق‌خواهی در کنار مردم ایستاده و سوالات خودش رو هم پرسیده که البته با جنجال هم این گفتگوها تمام شده و گاهی هم تماسای این افراد رو قطع میکنه. المیرا شریفی مقدم گوینده شبکه خبر متولد سال 1360 در تبریزه. خانم شریفی مقدم حدود 7 ساله که با شبکه خبر همکاری میکنه. وی دانشجوی رشته میکروبیولوژی از دانشگاه آزاده. ایشون همسر داوود عابدی گزارشگر ورزشی شبکه خبر هم هست. ایشون گفته در سال 60 به دنیا اومدم. دانشجوی ترم آخر رشته میکروبیولوژی در شمال تهران هستم و از سال 79 از طریق آزمون‌های شبکه خبر وارد این شبکه شدم. در خانواده‌ای بزرگ شدم که همه اعضای اون به خبر علاقه داشتن. مرحوم پدرم همیشه بخش‌های مختلف خبر رو گوش می‌داد و روزنامه همیشه در خونمون بود. قبل از اینکه به مدرسه برم با سواد شدم و میتونستم بخونم و در همون عالم کودکی ادای آقای محمدرضا حیاتی رو هم در می آوردم و گویندگی می کردم. اولین خبری که در این شبکه خوندم فروردین سال 80 بود که اخبار جوان بود. 2 ماه بعد بلافاصله به من اخبار پزشکی تخصصی شبکه خبر رو پیشنهاد دادند و کم کم همین روند ادامه داشت تا اینکه در حال حاضر گوینده مرکزی شبکه خبر هستم. به عبارتی تمامی ارتباطات، گفتگوهای خبری و اخبار فوری 2 گوینده ثابت داره که در هر شیفت 7 ساعت باید حضور داشته باشن تا این اخبار رو پوشش بدن. پس با این حال باید بر همه چیز واقف باشید. ایشون میگه متاسفانه یا خوشبختانه به همین شکله. باید به تمامی اتفاقات و رویدادهای جهان به ویژه سیاسی آگاهی داشته باشید. شریف مقدم هم اکنون گوینده مرکزی شبکه خبره و چند سالیه که با شبکه خبر همکاری میکنه. ایشون با داوود عابدی ازدواج کرده و حاصل این ازدواج 2 پسر به نامهای امیر ابوالفضل و امیر ارسلانه. داوود عابدی در سال 1354 در تهران به دنیا اومده. فارغ التحصیل رشته علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه آزاده. همچنین در زمینه ورزش هم دانه 4 تکواندو رو داره. 5 خواهر و 1 برادر داره و پدرش بازنشسته داروسازیه. در سال 75 زمانی که سال اول دانشگاه بود کارش رو با رادیو جوان آغاز کرد و پله پله بالا اومد. اون زمان مهران دوستی گوینده برنامه مجله بامدادی بود. مهران که در این کار پیشکسوت بود بارها ایشون رو تشویق کرد و به ایشون امید داد که در آینده میتونه در این زمینه به رشد خوبی هم برسه. هم ایشون و هم آقای رؤوفی از مشوقینش بودند تا نسبت به کارش انگیزه دوچندان پیدا کرد. داوود عابدی میگه المیرا به خاطر من همه تلاشش رو کرد که وارد شبکه خبر بشه. خانم شریفی مقدم هم گفته من از بچگی آقای عابدی رو در تلویزیون میدیدم و از هواداران ایشون بودم. داوود عابدی گفته من با عموی همسرم از قبل دوست بودم. یه بار ایشون به من گفت که من برادرزادم هم به شبکه خبر اومده و هواش رو داشته باش. منم فکر کردم برادرزادش یک آقاست، بلکی گفتم باشه هواشو دارم. اما یه بار که وارد تحریریه شدم و خانم شریف مقدم خودش رو معرفی کرد، تازه فهمیدم دوستم ایشون رو میگفت و از همون جا بود که فکر ازدواج با خانم شریفی به ذهنم افتاد و مراقبت‌های ویژه آغاز شد. در نهایت هم سال 82 با هم ازدواج کردیم. المیرا شریفی مقدم میگه جالبه بدونید فرزند اول من ابوالفضل 24 فروردین 89 به دنیا اومد. فرزند دومم امیر ارسلان 14 اسفند همون سال به دنیا اومد. واقعا سخت بود. من 1.5 سال از کار دور بودم. اما الان همیشه کنار هم هستند و ما خیالمون راحته.
المیرا شریفی مقدم هنگام خوندن خبر آمار نهایی کشته شدگان ایرانی حادثه منا بغض گلوش رو گرفت و نتونست خوندن خبر رو ادامه بده. پدر المیرا شریفی مقدم در سال 72 در جریان یک نزاع با دزد کیفزن به قتل میرسه. قاتل بعد از سالها هنوز شناسایی نشده و این پرونده مختومه شده. خانم شریفی مقدم گرچه یک خبرنگاره اما شدیداً طرفدار تیم پرسپولیسه و در هر برد این تیم در شبکه اجتماعی خودش به طرفداران این تیم تبریک میگه. خانم شریفی مقدم بعد از جریان ناراحتی مسعود فراستی در برنامه آرش زلیپور با ادبیات نامحترمانه نسبت به همکار خودش نوشت: چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ اجرای تلویزیونی با مهمونی خونه خاله فرق داره. تلویزیون حرمت داره. حق نداریم هنگام گفتگو به مهمان برنامه بی ادبی کنیم. جسارت و شجاعت در اجرا با گستاخی و بی ادبی فرق داره. اما درست در زمانی که مجریان مشهور و با سابقه تلویزیون مثل عادل فردوسی پور، محمد رضا حیاتی و غیره و البته این روزها بحث برنامه کتاب باز با اجرای سروش صحت و اخراج اون هم از این برنامه تایید شده اما هنوز رسمیت پیدا نکرده از این رسانه ملی کنار گذاشته میشن، با خبر شدیم المیرا شریفی مقدم هم به این مجریان و گویندگان مطرح اضافه شده و اون هم این روزها ممنوع کار شده. خبرنگار روزنامه همشهری از محرومیت گوینده زن شبکه خبر صدا و سیما خبر داد. این خبرنگار ورزشی با عنوان مهم و فوری از توقف فعالیت المیرا شریفی گوینده اخبار شبکه خبر پرده برداشت. ایشون بعد از انتشار توییتی در مورد اتفاقاتی که برای بانوان کشورمون در جریان بازی تیم ملی با لبنان در استادیوم امام رضا مشهد افتاد، شریفی ممنوع کار شد. وی نوشته که خانم شریفی از مجریان شجاع صدا و سیما بودند که در گذشته هم در مورد مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم واکنش‌های محکمی داشتند. البته به گفته ایشون، المیرا شریفی مقدم طی چند روز اخیر اجازه حضور در بخش‌های خبری خودش رو پیدا نکرده. این اتفاق در حالی رخ داده که طی چند روز اخیر شایعه بازگشت عادل فردوسی پور، دیگر مجری محبوب به قاب تلویزیون بعد از چند سال ممنوع تصویری قوت گرفته بود. اما به جای رقم خوردن اون، اخبار غیر رسمی حاکی از اینه که یک گوینده خبر معروف دیگه هم ممنوع کار شده. البته این مجری مشهور صدا و سیما به ادعای ممنوع تصویریش که توسط یک خبرنگار مطرح شده بود واکنش نشون داد و در این باره نوشت: ترم چهارم مقطع دکترای علوم ارتباطات، وقت گرفتن مرخصی و زمان برای کسب آمادگی برای شرکت در آزمون جامع، برقرار باشید. خب دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.